خانم ها آقایان سلام، بی نهایت خوشحالم که یک بار دیگر به دعوت انجمن دوستداران فرهنگ ایران سعادت بودن در کنار شما و دیدار شما نصیب من میشه و وظیفه خودم میدونم به عنوان یک ایرانی دوستدار فرهنگ ایران از تلاش های بیوقفه، پیگیر و صمیمانه مدیران، مسئولان، اعضا و همه داوطلبان این انجمن در راه پیشبرد و اعتلاء و معرفی هرچه بیشتر میراث غنی و یگانه ایران به جامعه میزبان سپاسگزاری و قدردانی کنم. پیش از اینکه سخنرانی خودم رو شروع بکنم در مورد زنده یاد فریدون مشیری، همونطور که همه آگاه هستید چند روز پیش برجسته ترین غزل سرای معاصر ایران، یکی از گرامی ترین زنان تاریخ مملکت ما از میان ما رفت. سیمین بهبهانی تنها یک شاعر نبود، تنها یک زن نبود، تنها یک انسان نبود. سیمین بهبهانی وجوه گوناگونی داشت که در هر یک از این وجوه قابل تحسین و ستایش است. ملت ایران نشان داد که چطور قدر عزیزی مثل سیمین بهبهانی رو میدونه. شعرهای او تا ابد برای فرزندانش باقی خواهند بود، چرا که او معلم بود و همواره در راه آموختن به فرزندانش که فرزندان ایران هستند کوشید و تا آخرین نفس از پای ننشست. خانم سیمین بهبهانی زنی بود که با شمشیری که به گفته خودش، با قلمی که به گفته خودش براتر از هر شمشیر بود، به جنگ و پیکار با جهل و جنون و ظلم و جور و فساد رفت و تا آخرین نفس از راه خودش باز نایستاد. سیمین بهبهانی عاشق بود، عاشق ایران بود، عاشق فرزندانش بود، عاشق انسان بود و یک زن عاشق بود و این عشق رو تا پایان عمر حفظ کرد. و 1.70 متر قامتش رو به گفته خودش به خاکی که عاشقانه دوستش داشت سپرد و در ایران به خاک سپرده شد. وقتی انسان‌های نظیر سیمین این جهان رو ترک می‌کنند، ماندگاری جاودان برای اونها پیدا میشه. ماندگاری جاودان این که امروز همه اشعار سیمین بهبهانی رو از بر دارند، حفظ میکنند، میخونند و مطمئنن سینه به سینه به فرزندانشون و به نسلهای بعدی انتقال خواهند داد. او به سرنوشت بشر، سرنوشت انسان و سرنوشت ایران علاقمند بود و این علاقه رو در تمام لحظات زندگیش نشون داد. چند سال پیش که من افتخار بودن در این جمع رو در اینجا داشتم، از خانم سیمین بهبهانی دعوت شده بود که در اینجا سخنانی ایراد کنند. ایشون هم این دعوت رو پذیرفته بودند، ولی متاسفانه به دلایلی که بر ما روشن نیست اجازه داده نشد که ایشون تشریف بیارن به این کنفرانس و تنها ایشون پیامی فرستادند برای این کنفرانس، چند دقیقه پیامی اختصاصی برای این کنفرانس فرستادند که اگر اجازه بدید به بخش کوتاهی از سخنان سیمین بهبهانی گوش میکنیم. چند سال پیش. درود من به همه دوستداران فرهنگ ایران. از راه دور سخن میگویم. سلامی بسیار درخشان تقدیم همه دوستان ایرانی و دوستداران فرهنگ ایران میکنم. گمان دارم که بیشتر شما نه به میل خود بلکه به اقتضای جبر زمانه وطن را ترک کردید و در دیار بیگانه به سر میبرید. ما سوایی از هم نداریم، ما نژاد و مذهب نمیشناسیم، ما همه با هم دوست و رفیق هستیم، برادر، پدر، فرزند، خواهر و همه اینها هستیم، همه با هم یار و یاور هستیم. ملت قهرمان ایران در این برهه از زمان که من دارم زندگی میکنم
شوکت و اقتدار و لیاقت خود را نشان داد. من به شما افتخار می کنم که در خارج از ایران و دوری از ایران توانستید که نشان بدهید ایران و ایرانی چه نژادی هست و چه افتخاری را با خود دارد. سیمین بهبهانی یقین داشت که فرزندانش دوباره وطنش رو اگرچه با خشت جان خودشون خواهند ساخت. دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم اگرچه با استخوان خیش. دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون به سیل اشک روان خیش. دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش. اگرچه صد سال مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد که بردرم قلب اهرمن ز نعره آنچنان خیش. کسی که عزم رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چو کوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش. حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش. هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعله اش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش. دوباره می بخشیم توان اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان اگر چه بیش از توان خیش. دوباره می سازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش. ستون به سقف تو می زنم اگر چه با استخوان خیش. و ملت ایران زندگی سیمین بهبهانی رو تا ابدیت تاریخش گرامی خواهد داشت. و اما امروز از انسانی برایتان میگویم که تک تک ما دو سه نسلی از ایرانیان با شعرش زندگی کرده ایم. شاعر صلح و آشتی و مهر و احساس و امید و عشق. ای همه مردم در این جهان به چه کارید؟ عمر گران مایه را چگونه گذارید؟ هر چه به عالم بود اگر به کفارید، هیچ ندارید اگر که عشق ندارید. وای شما دل به عشق اگر نسپارید، گر به ثریا رسید هیچ نیرزید. عشق بورزید دوست بدارید. او ستایشگر حیات است و خصم مرگ، شیفته نور و روشنایی و بیزار از تاریکی و تباهی. شعر فریدون مشیری خود عشق است، با واژه‌هایی ساده و گوشنواز که همگان را به دل می نشیند، در جانشان شور می آفریند و مهربانی را فریاد می زند. مشیری به کسی فخر نمی فروشد، با بهره‌گیری از واژه‌های فاخر سعی در گندگویی ندارد. حسش را در قالب کلماتی خوشنقش و آهنگین به گوش جان مخاطبانش می ریزد. در جستجوی دلاویزترین شعر جهان، هر کوی و برزن و شهر و قاره را زیر پا می گذارد و سرانجام آن را می یابد.
یافتم آن نکته که میخواستمش، با شکوفایی خورشید و گلفشانی لبخند تو آراستمش. تار و پودش را از خوبی و مهر، خوشتر از تافته یاس و سحر بافتم. دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم. این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق، که بری خانه دشمن که فشانی بر دوست. راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست. در دل مردم عالم به خدا نور خواهد پاشید، روح خواهد پاشید. تو همه خوب من این نکته به تکرار بگو، این دلاویزترین حرف جهان را همه وقت، نه به یک بار و به ده بار که صد بار بگو. دوستم داری را از من بسیار بپرس، دوستت دارم را با من بسیار بگو. مشیری شیدای سرزمین مادریست، شیفتگیش به ایران را در رگ و ریشه و تار و پود شعرش جار میزند. آفتابت که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمانت که ز خمخانه حافظ قدحی آورده است، کوهسارت که بر آن همت فردوسی پرگسترده است، بوستانت که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است، هم زبانان منند. مردم خوب تو، این دل به تو پرداختگان، سر و جان باختگان، غیر تو نشناختگان، پیش شمشیر بلا قد برافراختگان، سینه سپر ساختگان، مهربانان منند. نفسم را هر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بکشایند بندم از بند، ببینند که آواز از توست. همه اجزایم با مهر تو آمیخته است، همه ذراتم با خاک تو آمیخته باد، خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته باد. و در جای دیگر شعر همیشه با تو را به ایرانش، به ایران جاودانش پیشکش می کند. معنای زنده بودن من با تو بودن است، نزدیک دور، سیر گرسنه رها اسیر، دلتنگ شاد، آن لحظه ای که بی تو سرایت مرا مباد. مفهوم مرگ من در راه سرفرازی تو، در کنار تو مفهوم زندگی است. معنای عشق نیز در سرنوشت من با تو، همیشه با تو، برای تو زیستن. فریدون مشیری شادی را می ستاید و با غم خصومتی دیرینه دارد، چرا که خوب می داند گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. می خواهد محبت را به انسانها بیاموزد و عدالت را برافروزد و بیافروزد. می خواهد به پیش پای فرداهای بهتر گل بیافشاند و به رغم همه دردها و نامرادیها گل امید را در دلها بنشاند. با همین دیدگان اشکالود، از همین روزن گشوده به دود، به پرستو، به گل، به سبز درود، به شکوفه، به صبح دم، به نسیم، به بهاری که میرسد از راه چند روز دیگر، به ساز و سرود. ما که دلهای من زمستان است، ما که خورشید من نمی خندد، ما که باغ و بهار من پژمرد، ما که پای امید من فرسود، ما که در پیش چشم من رقصید این همه دود زیر چرخ کبود، سر راه شکوفه های بهار گریه سر می دهیم با دل شاد، گریه شوق با تمام وجود.
سالها می رود که از این دشت بوی گل یا پرنده ای نگذشت، ماه دیگر دریچه ای نگشود، مهر دیگر تبسمی ننمود. اهرمن می گذشت و هر قدمش ضربه هول و مرگ و وحشت بود، بانگ مهمیزهای آتش ریز، رقص شمشیرهای خون‌آلود. اژدها می گذشت و نعره زنان خشم و قهر و عتاب می فرمود و از نفسهای تند زهرآگین باد همرنگ شعله بر می خواست، دود بر روی دود می افزود. هرگز از یاد دشت با نرود آن کرا اژدها فکند رو بود. عشق در چشم برگ ها نگذاشت مرگ نیلوفران ساحل رو. دشمنی کرد با جهان پیوند، دوستی گفت با زمین بدود. شاید ای خستگان وحشت شب، شاید ای ماندگان ظلمت شب، در بهاری که میرسد از راه گل خورشید آرزوهامان سر زد از لای ابرهای حسود. شاید اکنون کبوتران امید بال در بال آمدند فرود، پیش پای سحر بیفشان گل، سر راه سبا بسوزان عود، به پرستو به گل به سبزه درود. مشیری شاعر مردم است و جزئی از آنان، از برج عاج به مردم نمی نگرد و به هنگام خشم خود را نیز همراه و همپای دیگران مورد خطاب و عتاب قرار می دهد و پرخاش می کند. در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، شرم من باد این نان، ننگ من باد این جان، ما نشستیم و تماشا کردیم. و وقتی میهنش را در خطر میبیند فریاد برمیدارد: ای خشم به جان تاخته طوفان شرر شو، ای بغض گل انداخته فریاد خطر شو، ای روی برافروخته خود پرچم ره باش، ای مشت برافراخته افراخته تر شو، ای حافظ جان وطن از خانه برون آی، از خانه برون چیست که از خیش بدر شو، گر شعله فرو ریزد بشتاب و میندیش، ور تیغ فرو بارد ای سینه سپر شو. خاک پدران است که دست دگران است، هان ای پسرم خانه نگهدار پدر شو. دیوار مصیبت کده حوصله بشکن، شرم آیدم از این همه صبر تو، ظفر شو. تا خود جگر روبهکان را بدرانی، چون شیر در این بیشه سراپای جگر شو. مسپار وطن را به قضا و قدر دوست، خود بر سر این تن به قضا داده قدر شو. فریاد به فریاد بیفزای که وقت است، در یک نفس تازه اثر هاست، اثر شو. ایرانی آزاده جهان چشم به راه است، ایران کهن در خطر افتاده خبر شو. مشتی خس و خارند به یک شعله بسوزان، بر ظلمت این شام سیه فام سحر شو. او شاعری فروتن است که انسان زندگی و هستی را ارج می نهد و فریاد بر می دارد که نمی خواهد بمیرد، چرا که تنم در تار و پود عشق انسانهای خوب نازنین بسته است، دلم با صد هزاران رشته، با این خلق، با این مهر، با این ماه، با این خاک، با این آب پیوسته است. برج عاج نشینان هرچه می خواهند بگویند، مردم اما
مشیری را دوست دارند و سالها و سالهاست که شعرهایش را میخوانند و از بر دارند. شراب شعر او کماکان در جام دل دوستدارانش جاری و مواج است و مستی میبخشد. پر کن پیاله را که این آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمیبرد. این جام ها که در پی هم میشود تهی، دریای آتش است که ریزم به کام خیش. گرداب میرو باید و آبم نمیبرد. من با سمند سرکش و جادوی شراب تا بیکران عالم پندار رفتم، تا دشت پرستاره اندیشه های گرم، تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی، تا کوچه باغ خاطرهای گریزپا، تا شهر یادها. دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمی برد. هان ای عقاب عشق، از اوج قله های مهالود دور دست پرواز کن به دشت غم‌انگیز عمر من. آنجا ببر مرا که شرابم نمیبرد، آن بی ستاره‌ام که عقابم نمیبرد. در راه زندگی با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله میکشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمیبرد. پر کن پیاله را. فریدون و مشیری در سیوم شهریور ماه 1305 در تهران به دنیا آمد. جد پدریش به سبب مأموریت اداری به همدان منتقل شده و از سرداران نادرشاه افشار بود. پدرش ابراهیم مشیری افشار در همدان متولد شد و در ایام جوانی راه تهران در پیش گرفت و به خدمت وزارت پست درآمد. او از دوستداران شعر بود و در خانواده‌اش همواره زمزمه اشعار فردوسی و حافظ و سعدی به گوش می‌رسید. فریدون سالهای اول و دوم تحصیلات ابتدایی را در تهران گذراند و با سیاوش کسرایی هم کلاس بود و به خاطر مأموریت اداری پدرش به مشهد رفت و پس از بازگشت به تهران تحصیلات متوسطه را در دبیرستان‌های دارالفنون و ادیب به پایان برد. پدرش از دوستان نزدیک عشقی و عارف بود و مادرش اعظم السلطنه که خورشید لقب داشت گهگاه شعر می سرود. فریدون مشیری همزمان با تحصیل در سال آخر دبیرستان در اداره پست و تلگراف مشغول به کار شد. از همان زمان پایش به عالم مطبوعات باز شد و شعرها و نوشته های از او در مجلات به چاپ رسید. در همان سالها بود که درگذشت مادر 39 سالش اثر عمیقی بر او نهاد و یاد مادر را در شعری جاودانه کرد. تاج از فرق فلک برداشتن، جاودان آن تاج بر سر داشتن، در بهشت آرزو ره یافتن، هر نفس شهدی به ساغر داشتن، حشمت و جاه سلیمان یافتن، شوکت و فر سکندر داشتن، تا ابد در اوج قدرت زیستن، ملک هستی را مسخر داشتن. بر تو ارزانی که ما را خوشتر است لذت یک لحظه مادر داشتن. بعدها در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد، اما کار اداری از یک سو و کارهای مطبوعاتی از سوی دیگر ادامه تحصیل را با مشکلاتی روبرو کرد. از 1332 تا 1351 مسئول صفحه شعر و ادب مجله روشن فکر بود. این صفحات که بعدها هفت تار چنگ نام گرفت به تمامی زمینه‌های ادبی و فرهنگی همانند نقد کتاب، فیلم، تئاتر، نقاشی و شعر نیز می‌پرداخت. بسیاری از نام‌آورترین شاعران معاصر ایران نخستین بار با چاپ شعرهایشان در این صفحات معرفی شدند.
مشیری در خاطراتش از این دوران میگوید: در دفتر روشن فکر بودم، دختری جوان و خجول با قیافه شرمگین نزد من آمد. دیدم کاغذی تقریبا مچاله شده در دست دارد. گفت: من شعر میگویم و آورده ام چاپش کنید. با حیرت شعر را گرفتم و نخستین بار نام فروغ فرخزاد را در زیر آن دیدم. شعر را چاپ کردم و فروغ بارها از این کار کوچک من یاد و سپاسگزاری کرد. فریدون مشیری سرودن شعر را از نوجوانی و تقریبا از 15 سالگی شروع کرد. سروده های نخستینش به شدت تحت تأثیر شاهنامه خوانی های پدر است. در شهریور 1320 چنین سرود: چرا کشور ما شده زیر دست؟ چرا رشته ملک از هم گسست؟ چرا هر که آید ز بیگانگان، پی قتل ایران ببندد میان؟ چرا جان ایرانیان شد عزیز؟ چرا بر ندارد کسی تیغ تیز؟ برانید دشمن ز ایران زمین، که دنیا بود حلقه ایران نگین. چو از خاتمی این نگین کم شود، همه دیده ها پر ز شبنم شود. شعر فریدون مشیری با موسیقی پیوندی تنگاتنگ دارد و آهنگ کلام و اوزان موسیقایی یکی از عناصر اصلی شعر اوست و به همین سبب ترانه های بسیار بر روی اشعار او ساخته و اجرا شده است. مشیری به سبب دلبستگی به موسیقی ایرانی و آشنایی کاملش با آن به عضویت شورای شعر و موسیقی رادیو درآمد و در سالهای 1350 تا 1357 در کنار هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه، سیمین بهبهانی و عماد خراسانی سهمی به سزا در پیوند دادن شعر و موسیقی و غنی‌سازی برنامه گل‌های تازه رادیو داشت. بیژن ترقی، یکی از نام‌آورترین ترانه‌سرایان نوین ایران، فریدون مشیری را شاعری به نرمی باران خواند و در کتاب خاطرات خود تحت عنوان پرواز با شهپر اندیشه های مشیری چنین نوشت: مضامین شعر او جهانی سرشار از پاکی و معصومیت و دنیایی از طراوت و زیبایی است، جز به صلح و دوستی نمی اندیشد. هنگامی که بر سر شور است و نشاط، زمین و زمان را گلباران می کند، ولی از نامرادی های انسان و بیعدالتی های اجتماعی به خشم می آید و جنگ افروزان عالم را در محکمه وجدان به زیر شلاق انتقاد می کشد و بدین سان است که هر ایرانی عاشق پیشه و وطن پرست از سبوی شعر او سرمست شده و با او در کوچه های مهتابی خاطرات ایام جوانی را مرور می کند. این اوست که با شهپر اندیشه های بلند پرواز سر تا سر این سرزمین پر افتخار را در نوردیده، با عقابان بلند پرواز در این کهن آباد پرشکوه سر عزت به عرش ساییده، با نگاهی به سرزمین پر آوازه طوس کوس دلاوری و وطن پرستی زده، در کنار آب رکن‌آباد جامی از دست آن رند عالم سوز گرفته و دف زنان و پای کوبان راهی دیار نینوازان عاشق شده و اگر هیچ نه، چکامه امیر کبیر او کافیست که نام بلندش را بر سردر کاخ ادبیات این سرزمین زنده و جاودان نگاه دارد. رمیده از آتش سرخ آفتاب کبیر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر. زمان هنوز همان شرم سار بخت زده، زمین هنوز همین سخت جان لال شده، جهان هنوز همان دست بسته تقدیر. هنوز نفرین میبارد از در و دیوار، هنوز نفرت از پادشاه بدکردار، هنوز وحشت از جانیان آدم خار، هنوز لعنت بر بانیان آن تزویر، هنوز دست سنوبر به استغاثه بلند، هنوز بید پریشیده سر فکنده به زیر، هنوز همهمه سرف ها که ای جلاد مزن مکش
چه کنی های ای پلید شریر؟ چگونه تیغ زنی بر برهنه در حمام؟ چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر؟ هنوز آب به سرخی زند که در رگ جوی، هنوز 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 به قطره قطره گلگونه رنگ میگیرد از آن که گرم چکید از رگ امیر کبیر. نخون که عشق به آزادگی شرف انسان، نخون که داروی غمهای مردم ایران، نخون که جوهر سیال دانش و تدبیر. هنوز زاری آب، هنوز ناله باد، هنوز گوش کر آسمان فسونگر پیر. هنوز منتظرانیم تا ز گرمابه برون خرامی ای آفتاب عالمگیر. نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنند صفیر. به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند، در این سراچه ماتم پیاده شاه وزیر. چونو دوباره بیاید کسی محال محال، هزار سال به ما میگر چه دیر چه دیر. فریدون مشیری در 28 سالگی با اقبال اخوان، دانشجوی رشته نقاشی دانشگاه تهران، ازدواج کرد که ثمره آن دو فرزند بود، بهار و بابک. او شاعری پرکار و محبوب بود که مجموعه های شعریش ده ها بار تجدید چاپ شده و می شود. مشیری که در سالیان آخر عمر با بیماری دست به گریبان بود، صبح جمعه 3 آبان ماه 1379 سفر خاکی خود را به پایان برد و از قطار عمر پیاده شد. جهان به سان قطاری است جاودان در راه، که روی خط زمان چون شهاب می گذرد. گذارش از دل تاریک دره‌های ابد به سوی دشت مهالود و ناپدید ابد. چه میبرد که چنین با شتاب میگذرد؟ مسافران قطار نه از ازل به ابد، آه فرصتی کوتاه، همین مسافت بین دو ایستگاه از راه در این قطار به سر میبرند خواه نخواه. دو ایستگاه که میدانیش تولد مرد، وجود مختصری در میانه دو عدم به نام عمر که آن هم چو خواب می گذرد. کنار پنجره ای چون مسافران دیگر به آنچه مهلت دیدار هست می نگرم، به این طبیعت خاموش، کائنات، حیات که هیچ پرده ای از راز آن گشوده نشد، به سرنوشت بشر، به این حکایت غمگین که زندگی نامند، به این هیاهوی دیوانوار بر سر هیچ، به بیپناهی انسان در این ستم بازار، به خانواده، به مادر، پدر، وطن، فرزند، به همراهان عزیزی که زودتر از ما در آن کرانه بی انتها پیاده شده. به عشق نور امیدی در این سیاهی کور، به دل که با همه ناکامی و ملال و شکست هزار آرزوی ناشکفته در او هست. به این سفر که کجا می روم چه خواهم شد؟ به آسمان، به پرنده، درخت، دریا، کوه، به گرم پویی باد، به سرد مهری ماه که بی خیال تر از آفتاب می گذرد. کنار پنجره ام با خیال خود، ناگاه صدای سوت قطار ز مهلتی که نمانده است می دهد هشدار که قدر نیم نفس منتظر نخواهد شد، پیاده باید شد. در آن کرانه بی انتها، در آن تاریک،
تنم به سان غریقی است در کشاکش موج، نه هیچ راه گریزی به بیکران فضا، نه هیچ ساحل امنی در این افق پیدا، نه هیچ نقطه پایاب و آب می گذرد. در مورد شعر مشیری نظرهای متضاد ابراز شده است. گروهی از منتقدانش بر این باورند که شعر مشیری غرور را در ذهن مخاطب بیدار نمی کند. به زعم آنها در میان شعرهای مشیری اینجا و آنجا تکه هایی یافت می شود که جذاب است و شعریت دارد، اما این برای شاعری که 50 سال در عرصه شعر معاصر ایران بوده نه تنها کافی نیست بلکه کم است. منتقدان استدلال می کنند که مشیری در شعر خود درجا زده و درجا زدن از ویژگی های شاعر امروز نیست. آنان که به شعر سیاسی اعتقاد دارند می گویند مشیری از صبح می گوید اما پنجره را نمی گشاید تا صبح را به درون اتاق راه دهد. مخالفانش معتقدند که در شعر مشیری نیروی تخیل شاعرانه هست ولی هیچ یک از آنها شعر نیست. موافقانش اما همانند مردمی که همچنان اشعارش را از بر دارند او را می ستایند. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب می گوید به گمان من فریدون شاعری واقعی است، شاعر واقعی عصر ما، هنرمندی بی ادعا، شاعری خردمند و فرزانه که ایرانی بودنش هم او را از دلواپسی برای سرنوشت انسان، برای آینده انسانیت و برای دنیای فردا مانع نمی آید. با چنین زبان ساده، روشن و درخشانی است که فریدون واژه به واژه با ما حرف می زند، حرف هایی که مال خود اوست، نه ابهامگرایی رندانه شعر او را تا حد هذیان نامفهوم می کند و نه شعار خالی از شعور آن را به وسیله مرید پروری و خودنمایی بدل می سازد. شعر او زبان در سخن شاعری است که دوست ندارد در پناه جبهه‌ای خاص، مکتبی خاص و دیدگاهی خاص خود را از اهل عصر و زمانش جدا سازد. او بی‌ریا عشق را می ستاید، انسان را می ستاید و ایران را که جان او به فرهنگ آن بسته است دوست دارد. وقتی یکی از دوستانش که قصد جلای وطن داشت او را نیز به همراهی دعوت کرد، فریدون مشیری چنین پاسخش گفت: تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و اشک من تو را بدرود خواهد گفت. نگاهت تلخ و افسرده است، دلت را خار خار ناامیدی سخت آسرده است، غم این ناب سامانی همه توش و توانت را زتن برده است. تو با خون و عرق این جنگل پژمرده را رنگ و رمق دادی، تو با دست تهی با آن همه طوفان بنیان کندر افتادی، تو را کوچیدن از این خاک دل برکندن از جان است، تو را با برگ برگ این چمن پیوند پنهان است، تو را این ابر ظلمت گستر بیرحم بیباران، تو را این خشک سالی های پی در پی، تو را از نیمه ره برگشتن یاران، تو را تزویر غمخواران زپا افکند، تو را هنگامه شوم شغالان بانگ بی تعطیل زاغان در سطوح آورد. تو با آن گونه های سوخته از آفتاب دشت، تو با آن چهره افروخته از آتش غیرت که در چشمان من والاتر از 100 جام جمشید است، تو با چشمان غمباری که روزی چشمه جوشان شادی بود و اینک حسرت و افسوس بر آن سایه افکنده است، خواهی رفت و اشک من تو را بدرود خواهد گفت. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم،
من اینجا تا نفس باقی است میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم. امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم. من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمیافشانم. من اینجا روزی آخر از ستیق کوه چون خورشید سرود فتح میخوانم و میدانم و میدانم و میدانم تو روزی باز خواهی گشت. موافقان مشیری او را شاعر بزرگی می‌دانند که روحی به زلالیه یک کودک معصوم دارد و به همین سبب شعرش زلالترین، عاطفی‌ترین و مردمی‌ترین شعر معاصر است. محمد علی سپانلو می‌گوید فریدون شاعر و صیاد لحظه‌های زیبا و گاه تلخ زندگی است. لزومی ندارد شعار بدهد یا در این آشفت بازار شعری آنچنان بگوید که هیچ بنی آدمی مفهوم آن را درک نکند. در زیر این نیلی سپهر بیکرانه چندان که یارا داشتم در هر ترانه نام بلند عشق را تکرار کردم. با این صدای خسته شاید خفته ای را در چهار سوی این جهان بیدار کردم. به گفته سپانلو مشیری مثل همان سالهای جوانی سادگی خود را پاس می‌دارد، عشق خود را زمزمه می‌کند و از دیار دوستی، از دیار آشتی پیام انسانیت را در گوش ما می‌خواند. من مهربانی را ستودم، من با بدی پیکار کردم، پژمردن یک شاخ گل را رنج بردم، مرگ قناری در قفس را غصه خوردم و از غصه مردم شبی صد بار مردم. به اعتقاد محمد علی سپانلو برخلاف آنچه میگویند بسیاری از شعرهای مشیری سرشار از پیام اجتماعی و انسانی است. مشیری با زبانی شاعرانه در شعر با قلم میگویم از بازی‌های روزگار شکایت می‌کند، به گونه‌ای که خواننده به سادگی با احساسات درونی شعر او ارتباط برقرار می‌کند. با قلم می‌گویم ای همزاد، ای همراه، ای همسرنوشت، هر دومان حیران بازی‌های دوران‌های زشت، شعرهایم را نوشتی دست خوش، اشک‌هایم را کجا خواهی نوشت. مشیری حرف دلش را میزند، ساده و بی پیرایه و بدور از ادا. شرمنده از خود نیستم گرچون مسیحا، آنجا که فریاد از جگر باید کشیدن، من با صبوری بر جگر دندان فشردم. اما اگر پیکار با نابخردان را شمشیر باید میگرفتم، بر من مگیری، من به راه مهر رفتم. در چشم من شمشیر در مشت، یعنی کسی را میتوان کشت. دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی میگوید مشیری از شاعرانی است که من با آنها گریستم، شاعرانی که مستقیما با عواطف آدمی سر و کار دارند. همه میپرسند چیست در زمزمه مبهم آب؟ چیست در همهمه دلکش برگ؟ چیست در بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به ژرفای خیال؟ چیست در خلوت خاموش کبوترها؟ چیست در کوشش بی حاصل موج؟ چیست در خنده جام که تو چندین ساعت مات و مبهوت به آن می نگری؟ نه به ابر، نه به آب، نه به برگ، نه به این آبی آرام بلند، نه به این خلوت خاموش کبوترها، نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام، من به این جمله نمی اندیشم.
من مناجات درختان را هنگام سحر، رقص عطر گل یخ را با باد، نفس پاک شقایق را در سینه کوه، صحبت چلچله ها را با صبح، نبض پاینده هستی را در گندمزار، گردش رنگ و تراوت را در گونه گل، همه را می شنوم، می بینم. من به این جمله نمی اندیشم، به تو می اندیشم. ای سراپا همه خوبی، تک و تنها به تو می اندیشم. همه وقت، همه جا، من به هر حال که باشم به تو می اندیشم. تو بدان این را، تنها تو بدان، تو بیا، تو بمان با من، تنها تو بمان. جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب، من فدای تو، به جای همه گلها تو بخند. اینک این من که به پای تو در افتادم باز، ریسمانی کن از آن موی دراز، تو بگیر، تو ببند، تو بخواه، پاسخ چلچله ها را تو بگو، قصه ابر هوا را تو بخوان، تو بمان با من، تنها تو بمان. در دل ساغر هستی تو بجوش، من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است، آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش. به گفته نادر نادرپور، مشیری قدرت آن را دارد که مفاهیم بغرنج را در الفاظ آسان بگنجاند و نیازی به قلمبگویی در خود احساس نمی کند. گفت دانایی که گرگی خیره سر، هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترگ، روز و شب ما بین انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. وی بسا زور آفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مصاف گرگ پیر. مردمان گر یکدگر را می درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست اینسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب. مال و وقت دارم، 10 دقیقه وقت، 5 دقیقه اول من دارم با خانم بهبانی شد، 10 دقیقه دارم وقت. غزلبانوی ایران سیمین بهبانی میگوید نوشتن کلام ساده آسان است، سرودن شعر ساده اما دشوار. و سخن فریدون مشیری، شعر ساده است و نه کلام ساده. اگر ماه بودم به هر جا که بودم، سراغ تو را از خدا میگرفتم. وگر سنگ بودم به هر جا که بودی، سر رهگذار تو جا می گرفتم. اگر ماه بودی به صد ناز شاید، شبی بر لب بام من می نشستی. وگر سنگ بودی به هر جا که بودم، مرا می شکستی، مرا می شکستی. خب متاسفانه مثل این که وقت
دلخواهی داره دیگه. فریدون مشیری از شخصیت‌های حماسی و اسطوره‌ای هم در شعرهایش بهره می‌گیرد. ضحاک ماردوش و کاوه آهنگر از جمله این شخصیت‌ها هستند. یکی برآمده از اسطوره و افسانه و دیگری زاده پهلوانی و عیاری و آرمان‌های مردم. زال، سیمرغ، رستم، رخش، دیو سپید، گردآفرید، فریدون، رودابه، بیژن، منیژه، آرش، سیاوش و دیگر قهرمانان شاهنامه همراه با حکیم یگانه طوس همه و همه در شعر خروش فردوسی گرد آمدند. هنوز یادم هست 4 سالم بود که با نوازش سیمرغ به خواب می رفتم، به بانگ شیه رخش ز خواب می جستم. چه مایه شوق به دیدار موی زالم بود. به خواب و بیداری لب از حکایت رستم فرو نمی بستم. تنم ز نعره دیو سپید می لرزید. چه آفرین که به گرد آفرید می خواندم. شرنگ قصه سهراب را به یاری عشق ز تنگنای گلوی فشرده می راندم. دلم برای فریدون و کاوه پر می زد. حکایت ضحاک همیشه مایه بیزاری و ملالم بود. چه روزها و چه شبها که خواب داروی من زلال عشق دلاویز زال و رودابه، شراب قصه تهمینه و تهمتن بود. شبی اگر سخن از بیژن و منیژه نبود، جهان به چشمم همتای چاه بیژن بود. چه روزها و چه شبها در آسمان خیال نگاه من همه دنبال تیر آرش بود. رخ سیاوش را درون جنگل آتش شکفته می دیدم. دلم در آتش بود. چه روزها که به دل می گریستم خاموش به شوربختی اسفندیار رویین تن. چه روزها که به جان می گداختم از خشم به سست عهدی افراسیاب سنگین دل، به نابکاری گرسی و زفری به شقاد، به آن چه رفت از این هر سبد نهاد به باد، به پاک مهری ایرج، به تنگ چشمی تور، به کین توزی سلم، به نوش داروی پنهان، به گنج کیکاووس، به عشق بوس، به توس، به پرده پرده آن صحنه های رنگارنگ، به لحظه لحظه آن رویدادهای شگفت، به چهره های نهان در نهفتگاه زمان، به گیو، پیران، هومان، هژیر، نوذر، سام، به بهمن و بهرام، همین نه چشم و گوش که می سپردم تاب و توان و هستی و موش. صدای فردوسی که می سرود به نام خداوند جان و خرد، مرا به سوی جهان فرشتگان می برد. به روی پرده ایوان خانه می دیدم کتاب و پیکر و دستار تاجوارش را که مثل سایه رحمت کنار باره طوس نشسته بود و سخن را به آسمان می برد. به روی و موی چو دهقان سال خورده، ولی به چشم من همه در هیئت پیمبر بود. فروغ ایزدی از چشم و چهرهش میتافت، شکوه معجزه‌اش همین سخن که توانایت به دانایی است. مگر مسیح دگر بود او که میفرمود اگر چه زنده بود مرده آن که دانا نیست. چه سالها که به تلخی سپرد و سختی بود، نه دل به کام و نه ایام و زهر غم در جام. نشست و خواند و سرود و سرود و پای فشرد، مگر امان دهدش دست مرگ تا فرجام. هنوز میبینم بزرگدار ادب را که در تمامی عمر نگاه و راهش همواره سوی داور بود. عقاب شعرش بالای 7 اختر بود. هنر به چشمش ارزنده طرز گوهر بود. مذاب روحش بر برگ‌های دفتر بود. خروش او را از دوردست‌های زمان هنوز می‌شنوم. خروش فردوسی خروش ایران بود. خروش قومی از نعر ناگریزان بود. بدان سروش خدایی دوباره دلها را به یکدیگر میبست، گسستگان را زنجیروار میپیوست. خروش او که تن من مباد و ایران باد، طلوع دست به هم دادن اسیران بود.
خروش او خبر بازگشت شیران بود. خروش فردوسی به خاک ریختگان را پیامی از جان داشت، همین نه تخم سخن بذر مردمی می کاشت. هزار سال گذشت، بنای کاخ سخن را که برکشید بلند، نیافت هیچ ز باران و آفتاب گزند. نه گوهریست که ارجش به کاستی افتد، نه آتشیست که خاکسترش بپوشاند. هزار سال دیگر، صد هزار سال دیگر، شکوه شعرش خون در بدن بجوشاند. بزرگ مردا، همچون تو رستمی باید که هفت خان زمان را تلسم بکشاید، مگر دوباره جهان را به نور مهر و خرد همان چنان که تو میخواستی بیاراید. فریدون مسیری ببخشید من دو دقیقه دیگه وقت میخوام. فریدون مسیری از مهربانان روزگار نامهربان ما بود. عشق را به خوبی میشناخت. برای من از کوچه روزهای رفته، از خاطرات نامی را گفت، از حس بیتایی که گذشت زمان هم در گور به خاکش نمیتواند سپرد. ما همه در همین کوچه و با همین کوچه عاشق شدیم. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب‌آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم نه گسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم نتوانم. اشک از شاخ فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. عشق در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگرم. نه گرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم. و فریدون مسیری زنده است و با ما نفس می‌کشد.
من میخواستم از هنرمند گرامی صفای عزیزم خواهش بکنم که محبت بکنه و من رو همراهی بکنه در خوندن یک شعر دیگر از فریدون مشیری عزیز. شیرین به آن تبسم مهر، به آن نگاه پر از آفتاب می نگرند. تمام گنجشکان که در نبودن تو مرا به باد ملامت گرفتند، تو را به نام صدا می کنند. هنوز نقش تو را از فراز گنبد کاج کنار باغچه زیر درخت ها لب حوض درون آینه پاک آب می نگرند. تو نیستی که ببینی چگونه پیچیده است تنین شعر نگاه تو در ترانه من. تو نیستی که ببینی چگونه می گردد نسیم روح تو در باغ بی جوانه من. چه نیمه شبها که از پاره های ابر سپید به روی لوح سپهر تو را چنان که دلم خواسته است ساختم. چه نیمه شبها وقتی که ابر بازیگر هزار چهره به هر لحظه می کند تصویر، به چشم هم زدنی میان آن همه صورت تو را شناختم. به خواب می ماند، تنها به خواب میماند. چراغ آینه دیوار بی تو غمگینند. تو نیستی که ببینی چگونه با دیوار به مهربانی یک دوست از تو میگویم. تو نیستی که ببینی چگونه از دیوار جواب میشنوم. تو نیستی که ببینی چگونه دور از تو به روی هر چه در این خانه است غبار سربی اندوه باد گسترده است. تو نیستی که ببینی دل رمیده من بجز تو یاد همه چیز را رها کرده است. غروب‌های غریب در این رواق نیاز، پرنده ساکت و غمگین، ستاره بیمار است. دو چشم خسته من در این امید عبس، دو شمع سوخت جان همیشه بیدار است. تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی.